روزمره هایی دارن. از صبح تا شب چیکار میکنی؟ خیلی کارام تکرار میکنی. خیلی وقتا این روتین زندگی باید تغییر کنه. خوبی نیست. کارهایی که بتون روزمره در زندگی انجام میدهی، این هم باید درش تحول ایجاد بشه که روتین دنیای تو و روتین زندگی تو باید تغییر کنه. تا بالمعال به انسانی تبدیل بشه که هر کار رو هر روز قشنگ عالی انجام میده. تو روتین خیلی مهمه. میگن the power of routine. قدرت روتین. روتین در انسان قدرت ایجاد میکنه. که اگر این روتین زیبا باشد، چون بازم روتین هم باز داره بر اساس عادتات انجام میده. عادت کردی روزها رو این گونه بگذرانی. اما اگر بد بگذرانی چی؟ اگر زجر بکشی چی؟ اگر دستاورد خوبی نداشته باشی چی؟ لذا به روتین توجه کن که روتینت چگونه میگذرد. و بعد تحول بعد، تحول در ارتباطاتت با دوستان هست. میدونی؟ اولا با کیا محشوری؟ با مش اردک یا مش عقاب؟ خیلی خوشحالم که این مقوله تحول دارم در همه عرصه‌ها دارم بهش نگاه میکنم و دارم به تو میگم. نگاه کنی که ببین با کیا محشوری؟ کیا در دنیای تو نقش آفرینی میکنن؟ و یک ادیتی بکنی، یک ویرایش کنی در دوستان خودت و عقاب‌ها رو بیشتر طلب کنی و بیاری تو زندگیت و از شر اردک‌ها نجات پیدا کنی. ولی اینجا رو دروسی هم نباید بکنی. بعد به خیلی از آدما بگی تو امید نیست شرم رسان. واقعا اینجوریه. حتی کسانی که ابراز صمیمیت با تو میکنن ولی دلتو خالی میکنن، تحقیرت میکنن، حالتو بد میکنن، اینا رو باید کات کنی. اینا گاربیجن، اینا آشغالن تو زندگی. اینا باید از دنیای تو برن بیرون و انسانها بیاین در دنیای تو بیاین که نقش قشنگی در بهبود تو، در رشد تو، در تحول تو ایجاد میکنن. و آخرین تحولی که دوست دارم برات بگم، تحول در نحوه تغذیه و سلامتی توست که دوست دارم خیلی بهش اهمیت بدی، که این مهمه که هر روز چه می‌ریزی در این وجود داره، در این بدنت. لذا خوش به سعادت و انسانی که جانک فود نمیخوره، گاربیج نمیخوره، آشغال نمیخوره، فست فود نمیخوره. اشکال نداره گاهی بخوری. من نمیخوام سمدم ریشه اینا رو از سید بزنم، ولی میخوام بگم که افراد در هر کاری بده، ولی بعضی از آدما عادت کردن همش فست فود میخورن، همش غذاهای ناسالم میخورن، ورزش هم نمیکنن، تغذیه‌اش هم اینجوریه. چگونه انتظار دین آدم نخبه جامعه باشه؟ لگال لذا نخبگان جامعه یک تعهدی دارن در دنیای خودشون که باید متفاوت از بقیه مردمان عادی زندگی کنن. پس ما به دنبال تحول اساسی در زندگی شخصی خودمون و در زندگی اجتماعی خودمون هستیم. از این اسلاید لطفاً اسکرین شات بگیرید و می‌خوایم بسیار عالی تو این دنیا زندگی کنیم و رستگار شویم. می‌دونی؟ و براتون دیروز گفتم که ضمیر ناخودآگاه شما عامل ایجاد تمام تغییرات در شخصیت و در زندگی شماست، که مفصل دیروز برای صحبت کردم، که امیدوارم یه روز فرصتی پیدا کنی که این برنامه دیروز رو هم بتونی ببینی. خب؟ لذا تغییر و تحول مطلوب یادت باشه الکی اتفاق نمیفته، این مهمه. بله تغییر که همه چی تغییر میکنه تو این دنیا، همه چی صبح میشه شب، شب میشه صبح، اینا تغییره. ولی یک تغییر و تحول مطلوب که واقعا در جهت رشد تو باشه، در جهت بهتر شدن تو باشه، برنامه‌ریزی میخواد. میدونی پلان میخواد که تو بتوانی از یک خود موجودی به یک خود مطلوبی در واقع برسی. این برنامه‌ریزی میخواد. لذا پلان کن و برنامه بریز که چگونه تو باید واقعا تغییر کنی به انسان بهتری بشی. اگه بخوای از فقر به ثروت برسی برنامه‌ریزی میخواد. اگر بخوای از بیماری به سلامتی برسی برنامه‌ریزی میخواد. اگر بخوای از تنهایی به آغوش محبوب برسی برنامه‌ریزی میخواد. لذا پلان و برنامه باید داشته باشی برای زندگی آینده. و این میوه تحوله. میوه تحول در تو این قدرت ایجاد میکند که با یک برنامه‌ریزی قشنگی مرتب این تحول ها و زیبایی ها رو در دنیا خودت ایجاد کنی و از خودت یک شخصیت قدرتمند وی آی پی نخبه شگفت انگیز بسازی تا بتوانی در دنیای بیرون یک زندگی شگفت انگیز رو خلق کنی. لذا بیاین از دنیای بیرون به دنیای درونمون نگاه کنیم و ببینیم که در دنیای بیرون ما چه هدف‌ها و چه برنامه‌ای داریم. چون همیشه تغییر انگیزه میخواد. آقا تغییر سخته در دنیای بشر. آدم‌ها دوست ندارن تغییر کنن، دوست دارن همینی که هستن بمانن، مگر انگیزه داشته باشن. و بهترین انگیزه برای تغییر اینه که به دنیای بیرونت نگاه کنی، ببینی من تو این دنیا چی میخوام، اهدافم چیه، برنامه‌ام چیه، زندگی چیه، با کی میخوام ازدواج کنم، چه درس میخوام بخونم، به چه کشوری میخوام سفر کنم. وقتی از دنیای به دنیای بیرونت نگاه میکنی و به آینده‌ات نگاه میکنی، دنبال چه نوع آینده‌ای هستی، این بهترین انگیزه است برای تو که حالا بهاش هم بپردازی، تغییر کنی، آموزش ببینی، یاد بگیری، دوره رو بگذرونی، کتابی بخونی، کلاسی بروی، در محضر درس معلمی مثل این 10 روز بنشینی و تغییر کنی. این قانون است. لذا هدف‌ها و خواسته‌ها میتونن واقعا در تو ایجاد انگیزه ای کنن، ایجاد انگیزه کنن که تو تغییر کنی. میدونی؟ یا مثلا هر نارضایتی از دنیای بیرون داری که میگی وضع مالی خوب نیست، وضع ارتباطات خوب نیست، اینا به تو انگیزه میده که من باید کاری باید بکنم. لذا ناراضی‌های دنیا میتونه به تو فریاد بزنه که کاری برای خودت بکنی، کاری برای شرکت بکنی.
میدونی، ولذا بر رسیدن به هر دستاوردی که تاکنون نداشتی میدونی فریاد یک تغییره. نه من میخوام ماشین داشته باشم، این چه بعدشه؟ من میخوام شغل بهتری داشته باشم، این چه بعدشه؟ میدونی لذا زندگی بهتر همیشه لازمش یک رشد خوب است، یک رشد بیشتر است، یک بهبود بهتر است. بربنی یالا. اما ممکن نگاهی هم به موانع تغییر بکنی. موانع زندگی چیه؟ بعد بدونی که همیشه احساس رضایت از هر چیزی مانع تغییره. این تو میدونی؟ عجب جمله قشنگ گفتم. آقا احساس رضایت از هر چیزی مانع تغییره. میدونی؟ یعنی اگر بر آنچه را که داری، بر آن گونه که هستی راضی باشی، کاری نمی‌کنی. خب خوبه دیگه. بقیه‌اش مون دنیا. لذا احساس عدم رضایت، این جمله مهمه. بهش توجه کن. احساس عدم رضایت از شرایط موجود پلیس به سوی فردای مطلوب. دوباره بگم، احساس عدم رضایت از شرایط موجود یک پلیس به سوی فردای مطلوب. بنابراین اگر راضی نیستی از شرایط موجودت، میدونی چقدر خوبه که خوبه که در واقع انگیزه در تو ایجاد میشود که برم تغییر کنم، ببرم دنیای بهتری برای خودم بسازم. خب پس بنابراین داستان زندگی تغییر است. آفرین بر انسان‌ها که حال خودشون رو فدای آینده می‌کنند، این خیلی مهمه، و خوب‌ها رو فدای عالی‌ها می‌کنند، چون همیشه خوب دشمن عالی است. اگر بگی خوب زندگیم دیگه ولی عالی نیست، ولی اگر به خوب‌ها بسنده کنی تو از تغییر و تحول می‌مانی، به خاطر که همیشه گود، همیشه خوب دشمن عالی است. لذا یه کار کن به عنوان انسان کمال طلبی که از یعنی بهترین‌ها رو، به خصوص تو این آموزش‌ها، تو فرد نخبه ای هستی که نباید به زندگی معمولی تندر بدی. واقعا باید میدونی در محضر این درس، به خصوص درسایی که در آینده دارم تو این 10 روز برات میدم، به خدا قسم زمینه های تحول و تغییر رو در تو به زیبایی ایجاد میکنه و تو از تو یک انسان شگفت انگیز میسازه. بذار خوش به سعادته. ممتازه. یه نکته که میخوام بگم، داستان عالی شدن و عالی موندنه. آره وقتی آدما عالی میشن، میدونی آدما عالی میشن ولی عالی نمیمانند. لذا استمرار در آموزش، استمرار در فرایند بهتر شدن تو رو به نقطه میرساند که به مرحله عالی میرسی. لذا دوست دارم انتظار بزرگی، چون بحث تحوله، بحث تغییر نیست، بحث امروز ما بحث چینج نیست، یک تغییر، بحث ترانسفورمیشنه، یک تغییر اساسی و بنیادی، تحول بنیادی در وجود تو. دقیقاً یه آدم دیگه بشی که هر کی بهت میرسه میگه تو آدم سابق نیستی. ظاهرت، پوششت، اخلاقت، رفتارت، عشقت، ایمانت، گرمای آغوشت، همه چیز در دنیا تو شگفت‌انگیز تغییر کنن، متحول بشی. میدونی ولذا خیلی قشنگ است که این تحول در خودت ایجاد کنی، که البته انگیزه میخواد. میدونی آقای جیم رون یک جمله‌ای دارد که میگه اگر روی شغلت کار کنی امورات و روزمرگیت میگذرد، ولی اگر روی خودت کار کنی میلیاردر میشی. دوباره بگم جمله رو، ببینید لطفا تو این اسلاید اسکرین‌شات بگید. و او میگوید که خلاصه اگر روی خودت سرمایه‌گذاری کنی میتونی واقعا دنیای بهتری برای خودت بسازی. لذا مرتب آموزش ببینید. آموزش خیلی مهم. جان موضوع جلسه فردا رو بگم، چشم میگم بچه ها، موضوع جلسه فردا ساختن شخصیت های کاریزماتیکه. من میخوام فردا راجع به این شخصیت نخبه ای که امروز صحبتش میکنیم، میخوام برات بگم که چگونه میتونی یک شخصیت قدرتمند، یک شخصیت توانمند، یک شخصیت کاریزماتیک بسازی و چشم ها رو خیره کنی، مردم رو مسحور خودت بکنی، عاشق خودت بکنی، همه عاشقان تو رو دوست داشته باشن، مشتریان جذب دنیای تو بشن، خواستگاران جذب دنیای تو بشن، انسان های خوب، معلمان خوب، منابع خوب جذب دنیای تو بشن، و تمام اینها در کائنات خدا به کاریزمای تو عکس العمل نشون میدن. لذا بحث بسیار قشنگی فردا برات دارم که چگونه از خودت یک شخصیت زیبای کاریزماتیک بسازی و بتونی دنیای قشنگی و زندگی زیبایی برای خودت خلق کنی. لذا دوست دارم به تمام عزیزان بگم، به خصوص جوانان ما که واقعا نیاز دارن که از این حالت افتادگی، خستگی، از این ناباوری ها نجات پیدا کنن و یک شخصیت قدرتمند با دنیا و از عزت نفس و کرامت انسانی از خودشون بسازن که بتونن در دنیای بیرون جذب کنن دلها رو، جذب کنن قلبها رو، جذب کنن توجه ها رو، اتنشن ها رو، و بتونن در فروش موفق باشن، در سخنرانی موفق باشن، در هدایت انسان ها موفق باشن، در جذب انسان ها موفق باشن. لذا تو اگر یک شخصیت کاریزماتیک از خودت بسازی، یک مغناطیس زنده میشوی که شگفت انگیزترین زندگی رو برای خودت و برای دیگران میسازی. بحث فردا خیلی مهمه. رأس فردا، رأس ساعت 7 حضور داشته باش تا برایت بگویم که چگونه میتونی دنیای قشنگی و زندگی زیبایی برای خودت بسازی. خب دوست دارم که امروز به این بحث پایان بدیم، برای اینکه بگم یا نگم فردا قرار شد بگم. باش امروز. خب این آقای کارگردان ما میخواد من این خبر خوبی که واقعا تو دلم بوده داره سنگینه میکنه، میخوام واقعا برای شما بگم و این خیلی خیلی مهم است. پس لطفا اون استاید بیارید که من بتونم استایدشون بدم.
یک کار خیلی خوبی کردم، اون که من تو در واقع دلم همینطوری واقعا بود که می‌خواستم به شما بگم. خیلی من کامنت‌های شما رو می‌خونم، دایرکت‌ها رو می‌خونم و چون خدا میدونه عاشقانه دوستتون دارم، گوش کن دو سه دقیقه بس منو گوش کن، من زیاد دیگه نگران نمی‌دارم. امروز وقفه که در حال اینترنت هم ایجاد شد، یه خورده ما این در واقع باعث شد که رشته کلام حالا یه جوری یه جا وایسه بعد من ادامه بدم. دوست دارم واقعا یک خبر خیلی خوبی به تو بدم و اون که این 10 جلسه رو که در تو بعد دوست داری ببینی، به خدا خیلی جلسات عالیه. میگم من خودم دیروز بارها زمین خدا رو در ایران در خارج درس دادم، ولی وقتی دیروز به بحث شما نگاه کردم، میدونی وقتی دیروز نگاه کردم گفتم که خدا عجب بحث قشنگی، عجب بحث زیبایی. من یقین دارم که بعضی از شما که سر کار میرید، به خصوص این روزها شنبه سر کار میرید، حرفا قصه میخورید که چرا این وقتای از لایو میمونید، ولی شما شروع کن ببین هر چقدر که تونستی. ولی خبر خوبی که دارم این هستش که میخوام تمام این 10 جلسه رو بگم، تمام این 10 جلسه رو که با دوربین های تازه با کیفیت بهتر، چون شما وقتی از طریق اینترنت داری گوش میکنی، از طریق اینترنت داری گوش میکنی، یه خورده وقتای کیفیتش بالا پایین میشه، ولی تمام این 10 جلسه رو که با کیفیت بسیار عالی با این دوربین‌ها ضبط شده، ادیت بسیار قشنگی می‌شود و به عنوان 10 درس شگفت‌انگیز عالی که میلیون‌ها واقعا دلار می‌ارزه، اینها رو می‌خوام یه جوری تقدیم شما بکنیم. اگه گفتی چه جوری؟ جان؟ فردا بگم؟ فردا میگم. پس منتظر باش که ببینی که چگونه من می‌تونم. می‌خوام بگم که برای من مهمه که من واقعا برای تو یه راه‌حلی پیدا کنم که آره. پس یه خواهش ازتون دارم. باشه، میخوام بحثمو تموم کنم. این خبر خوبم فردا بهت بدم. یه خواهش از شما دارم و اون هستش که تو رو خدا ثواب بده به تمام عزیزانی که دوستشون داری. به خصوص بحث فردا که بحث کاریزما و ساختن شخصیت کاریزماتیک از یک شخص قدرتمند در نهایت عزت نفس و اعتماد به نفس و واقعا تنازی و جلوه‌گری و عشوه‌گری در جهان هستی در میان انسان‌ها، خیلی بحث قشنگی است. من خودم خیلی هیجان زدم. خب؟ لازم می‌خوام بگم به عزیزانتون واقعا بگین فردا ساعت 7 صبح قطعاً راس ساعت 7